به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل وان سمارت را سابسکرایب نمایید. شب گذشته 14 نیروی امنیتی در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی زاری بلخ جان باختند. وزارت دفاع جان باختن 6 سرباز اردوی ملی را تایید کرده و از شکست حمله طالبان خبر داده است. این در حال است که همزمان با گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، دفتر بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children با نشر یک گزارش تازه می گوید که 1/3 جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه است. بر اساس یافته های این دفتر، از این میان 7.3 میلیون کودک در افغانستان با خطر گرسنگی قرار دارند. این دفتر روز جمعه 12 می از جامعه جهانی به ویژه کشورها و سازمانهای کمک کننده خواسته است که برای رساندن مواد غذایی به خانواده های نیازمند، آسیب دیده، کودکان و زنان باردار در مناطق دورافتاده به گونه فوری اقدام کنند تا از خطرات سوء تغذیه و بیماری کودکان در افغانستان جلوگیری شوند. در بخشی از این گزارش آمده است در حالی که کودکان روزانه به غذاهای قوی و مفید برای تقویت سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با ویروس کرونا نیاز دارند، قیمت مواد اولیه به علت بسته شدن شهرهای افغانستان بلند رفته است و این وضعیت پروسه تغذیه را برای خانواده ها سخت تر می کند. دفتر بین المللی حمایت از کودکان همچنان گفته است که از ماه گذشته به این سو نرخ آرد و روغن در شهرهای بزرگ افغانستان 23% و بهای برنج و بوره تا 12% افزایش یافته است. با گفته این دفتر، همزمان با بلند رفتن بهای مواد خوراکی در بازارهای افغانستان، وضعیت مالی خانواده ها و کارگران روزمزد با گسترش شیوع ویروس کرونا پایین آمده که مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است. بر اساس یافته های این دفتر، حتی قبل از بحران جهانی کووید 19، 5.26 میلیون کودک در افغانستان نیاز به کمک های بشر دوستانه داشتند. در این گزارش به نقل از تیموتی بیشپ، رئیس دفتر بین المللی حمایت از کودکان در افغانستان آمده است، تأثیر همگیری بر بیشتر افغانها بیماری کووید 19 نخواهد بود. گرسنگی به علت بسته بودن شهرها به خاطر جلوگیری این ویروس که عرضه کننده ها را با مشکل مواجه ساخته و زندگی مردم را بیشتر تهدید می کند. این نهاد بین المللی هشدار داده است که خطر مرگ و میر کودکان ناشی از گرسنگی در این کشور وجود دارد و از حکومت افغانستان نیز خواسته است که برای تسهیل بخشیدن کمک های برای نیازمندان تلاش کند. این در حالی است که هفته گذشته دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یعنی یونیسف اعلام کرد که افغانستان از رهگذر بحران غذایی در جایگاه 3 قرار دارد و در آن کشور صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه به درمان عاجل نیاز دارند. یونیسف با استناد به گزارش شبکه جهانی علیه بحران غذایی گفته بود که افغانستان با داشتن 11.3 میلیون کودک از نظر بحران غذایی در رده 3 کشور بدتر جهان قرار دارد. گزارش تازه دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد که نشان می‌دهد که میزان کودکان سوء تغذیه در افغانستان در 2019 میلادی با 25% افزایش نسبت به 1 سال پیشتر آن به 2.5 میلیون رسیده است. اما در بین 2.5 میلیون کودک سوء تغذیه در افغانستان 700 هزار تن به سوء تغذیه حاد دچار شدند که به گفته یونیسف به درمان عاجل نیاز دارند. تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی دیگر، بدرود.